حسین باستانی اینجا در استودیو همراه منه حسین از زمان زمانی که آقای خامنه ای طرح کردی مسئله ای که نابودی اسرائیل در 25 سال اتفاق خواهد افتاد در عرض 25 سال باسته بسیار گسترده در رسانه های بین المللی داشت اصلا مبنای این 25 سالی که آقای خامنه ای گفتن چی هست؟ ببینید شهریور 94 یعنی مدت کمی بعد از اینکه برجام به نهایی شد آی خامنه ای سخنرانی کرد و تون گفتش که اسرائیلیا گفتن که این برجام این توافق هستی تا 25 سال خیال ما را راحت میکنه ایشون گفت که صهیونیست ها این اصطلاحی که به کار برد که حالا مشخص نمیکرد منظورش کسی یک تو آمریکا است اسرائیل از کجا هست گفتن تا 25 سال خیال ما راحت میکنه شما تا 25 سال آینده را اساسا نخواهید دید که بخواد خیالتون راحت بشه یا نشه خب البته این صحبتی آقای خامنه ای در رسانه های ایران اینطور بازتاب پیدا کرد که انگار مثلا کسانی در اسرائیل یعنی در دولت اسرائیل این حرف رو زدن و او داره به اونها جواب میده که اینطور نبود دیگه چون موضع دولت بنیامین نتانیاهو که از ابتدا ضد برجام بود نمیگفت خیال ما رو را راحت میکن و 25 سال دقیقا برعکسش رو میگفت میگو اساسا توافق خوبی نیست بر همون مبنا بود که ادامه داد رو فشارهاش و بعد آقای ترامپ هم مثلا از زمان مبارزات انتخاباتیش گفتش که من این توافق به هم می‌ذارم بعد ترامپ که رئیس جمهور شد واقعا بعد از مدتی به هم هم زد این ته تهش صحبت مثلا بعضی از کارشناسایی بود که حالا در اسرائیل و آمریکا در مقام دفاع از برجام که اون وقت مورد تایید دولت اسرائیل نبود گفته بودن نه خب این تا 25 سال آینده میتونه که برای اسرائیل دستاوردهایی داشته باشه 25 سال هم از کجا میمد تو برجام برای ایران محدودیت های 8 ساله، 10 ساله، 15 ساله، 25 ساله دیگه حد اکثر در بعضی از موارد تنگ شده بود. اون افراد با اشاره به این 25 سال ظاهرا این حرف رو زده بودن و آقای خامنه‌ای همون رو ملاک قرار داد. که خب همین یک مقدار مبنای این داستان رو زیر سوال می‌برد دیگه. یعنی مثلا کافی بود کسانی حالا به تعبیر آقای خامنه‌ای صهیونیست‌های گفته باشن تا 15 سال خیال ما راحت می‌کنه. خب ایشون قاعدتاً می‌گفتش که 15 سال آینده رو نمی‌بینید. نکتهش این بود که این 25 سالی که بر مبنای به این اتفاقی گفته شده بود تبدیل شد انگار به یک مبنا و یک سیاست رسمی در جمهوری اسلامی یعنی بعدش دیگه لحظه شمار و روز شمار این 25 سال که حالا مثلا فرض کنید سه ماهش گذشته حالا انقدر ثانیاش گذشته و پروژه های عظیم حکومتی بر همین مبنا تعریف شد حداقل در بعد سیاسی و تبلیغاتی آقای خامنه ای البته بعدا همین حرفا رو تکرار کرد یعنی ایشون در آذر 95 در دیدار با در واقع دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین گفتش حالا البته یه مقدار احتیاط کرد گفت اگر فلسطینی ها و مثلا مسلمان ها حواظشون باشه خوب مبارزه کنن 25 سال آینده اسرائیل از بین میره در اسفند 96 هم دادی در دیدار با جمعی از روحانیون سوری این رو تکرار کرد مونتا انگار دیگه یادش رفت دای خام اونایی اول داستان چی بود به این خاطر که گفتش که یک زمان اسرائیلی ها گفتن در ایران رو چنین میکنیم چنام میکنیم تا 25 سال دیگه و من گفتم که 25 سال آینده رو نمیبینیم خب شروعش با اینکه گفته بودن ایران رو چنین میکنیم نمی‌کنیم میکنیم نبود شروعش اونجا بود که گفتیدن تا 25 سال آینده کسانی امنیت اسرائیل تعمیم میشه با توافق به حال نمونه بوده از پروژه هایی که دیگه انگار شروعش خیلی یادش نمیاد بوده. کسی چی بوده ولی خب تبعاتش میمونه دیگه <applause> اشاره کردی که حتی روز شمار گذاشتن نهادهای حکومتی وارد شدن برای دور این ماجرای 25 سال اما آیا فراتر از تبلیغات بود برای نهادهای رسمی ببینید خب خیلی از مقام های سطح بالا برای مبنای سر نظر کردن از مثلا مقام های ارشدی در سپاه پاسداران گرفته یا تا حتی ارتش و خب تمام اینها به دقت در سطح جامعه برمالی منعکس شده و جدی گرفته شده همون صحبتی آقای خامنی اولین باری هم که گفته شد نتانیاهو بلا فاصله واکنش عظیمی انجام داد در این حد که ببینید این همونی که ما میگیم اینا برنامه دارن بر نابودی اسرائیل و امثال اینها ولی خب نکته اینه ببینید یک همچین پروژه های مشخصا همین داستان 25 سال این خب یه قسمت نقد داری قسمت نسیه داره قسمت نقدش اینه که تمام اینها در سطح دنیا بسیار جدی گرفته میشه و بر مبنای اون واکنشایی نسبت به ایران صورت میگیره. یه قسمت نقد دیگرش اینه که ده ها میلیارد و اگر شما بخواید یه بازی 25 سال رو در نظر بگیرید، صدها میلیارد خرج این پروژه ها میشه. یعنی تمام این بیلبوردها، پول میره پاش، سمینار برگزار شده، سمینار بین‌المللی برگزار شده، از تمام دنیا مقاله گرفتن. مقاله های بیشماری در داخل تولید شده کتاب تولید شده انیمیشن تولید شده همه اینا مجانی انجام نمیشه یعنی بخش های عظیمی از بودجه صرف اینجور جور کارهای اصطلاحا فرهنگی میشه اینا قسمت نقد داستانه قسمت نستی داستانه اینه که 25 سال آینده احتمالا ممکنه ما نباشیم دیگه آقای خامنه‌ای هم ممکنه که تا 25 سال آینده چه بسا نباشه دیگه اون زمان اگر این اتفاق نیفتاده باشه دیگه کسی خیلی بازخواست نمیکنه که پس اون 25 سال پیش چی بود یعنی همونطور که مثلا در مورد جنگ زمان جنگ گفته شد که اگر 20 سال طول بکشه مثلا ما ادامه میدیم و بعد خب وقتی که تموم شد دیگه گریبان کسی گرفته نشد که خب پس اون پیش بینی ها و اون برنامه ریزی ها و اون انتظار ایجاد کردن ها چی میشه اونها دیگه تموم میشه به حال یک زمانی اگر که این اتفاق نیفته قسمت های نقدشه که باقی مونده قسمت های نسیهش حالا دیگه فوقش اینه که بعدا تعبیر رسمی میشه که خب یک جا هم گفته شد که اگر فلسطینی ها و مسلمان ها خوب مبارزه کنند خب خوب مبارزه نکردن لباس ممنونم حسین حسین باستان اینجا در استودیو همراه ما